عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه صحبت میکنیم. مثالی هست که میگه بعضی موقع چیزهایی که نزدیک ما هستند دیده نمیشن. باید از اون چیزها فاصله بگیریم و از یک زاویه جدید و حتی از یک پرسپکتیو بهتر یا متفاوت تری به اون قضیه نگاه بکنیم تا متوجه بشیم که قضایا چیست. این مثال شاید ربط پیدا بکنه به ماجرای نزدیکی ایران و ترکیه. بسیاری از ایرانی ها، حالا آماری نمیگم ولی بسیاری، اغلب ایرانی ها به ترکیه یا سفر کردن یا بالاخره یکی از فامیلشون یه بار ترکیه رفته. دم دست ماست، فرهنگشون به ما بسیار نزدیک هست، تاریخی در مراود ما بودیم، حالا چه جنگ چه دوستی، و اگه قرار باشه به گذشته ترکیه برگردیم یا به جهان عثمانی برگردیم، باز هم به یه لایه‌های جدیدی میتونیم دست پیدا بکنیم از نزدیکی فرهنگی، نظامی و کلاً تاریخی ما و ترکان ساکن در واقع در اون منطقه. اما امروز بحث من در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است، یک انتخابات بسیار بسیار مهم که الان میتونیم با همدیگه بررسی بکنیم چرا اهمیت داره و چرا بعد از این چند سال این اهمیت در واقع بیشتر دیده میشه. به اندازه که فعلا حساب بکنید دیگه، از سال 2002-2003-2004 به این سمت که پدیده‌ای به نام اردوغان، رجب طیب اردوغان در سیاست ترکیه بالا اومد، وضعیت یک وضعیت دیگه شد. ابتدای امر تصویری که این آدم از خودش و افکارش و همچنین خب طبیعتاً راه و روش حزب خودش بیان میکرد، ارائه میداد، متفاوت بود از اون چیزی که بعد از اون ما از اردوغان دیدیم. در هر صورت من اینجا فقط شرح وضع میکنم و تلاش میکنم که خیلی نظر خودم رو نگم، از اینجا جاییم لازم باشه میگم و میتونینم راحت بفهمی که خب طبیعتاً فکر کسی مثل اردوغان به من نزدیک هست یا نه، ولی سعی میکنم یه سری اینفورمیشن، اطلاعات به شما بدم که بر این اساس اهمیت ترکیه رو بهتر بفهمیم. یکی از مهمترین چیزها اینه که خب جدای از اون رابطه تاریخی که ما با ترکیه داریم، اینه که به دلیل برآمدن یک حکومت سفت و سخت سیاسی، نظامی، اقتصادی مثل جمهوری اسلامی در پس از ماجرای در واقع 57، ترکیه به یک سمت دیگه ای ظاهرا رفت و ایران به یک سمت دیگه ای، و بارها هم تلاش شد در تئوری سیاسی از ترکیه یک مدل، حالا نه خیلی ایدال، اما نزدیک به مطلوب ساخته بشه برای ایران و بگن خب ببینید مثلا ترکیه اسلام هم هست، درش آزادی های نسبی هم هست و حالا مثال معروف عرق فروشی در کنار مثلا مسجد هم هست و معیار رو ترکیه به شکلی قرار بدیم، و این تز نزدیک هست به تز مثلا کسانی مثل رفسنجانی، تیم در واقع هاشمی رفسنجانی و بخش جدی از اصلاح طلب ها که اینا معتقد بودن به جای اینکه چین رو در ایران رو نزدیک بکنیم به مسئله چین یا در بدتر این شرایط به ترکیه یا به کره شمالی، یا بخوایم از ایران مثلا یک کشوری شبیه سوئیس بسازیم، دم دست ما یک کشوری مثل ترکیه هست، میتونیم در مورد ترکیه فکر بکنیم و نزدیک بشیم در واقع به اونها. به همین ترتیب از یک آماری مثل آمار 455,000 پرونده قضایی ایرانیان در ترکیه میشه فهمید که حجم حضور ایرانیان در ترکیه بالاست، خصوصا در این 10-12 سال اخیر. من که خودم ترکیه مثلا سال 2004 اینا بودم، خب وضعیت ایرانی ها بد بود، ایرانی ها اونجا حضور داشتن، ایرانی، عرب، نمیدونم عزیزان افغان، اما بعد از اون خصوصا دیگه از فکر میکنم حدود 2011-12 و بعد بالا گرفتن ماجرای سوریه، هم اندازه و حجم حضور ایرانیان در ترکیه بالا رفت و طبیعتاً در هم تنیده تر شد. فرضاً یه نفر میخواد از آمریکا بلند شه بیاد ایران، خب راهش راحت میخوره به ترکیه، یه زمانی به دبی میخوره، ولی خیلی منظور دم دست ماست و وصل شرایطش به ما. از این جهت من دارم عرض میکنم و اصلا موجب شده بهانه بشه که من بیام چنین برنامه‌ای در مورد ترکیه ضبط بکنم، اینکه هر تغییر سیاسی اجتماعی در ترکیه حتما تأثیر میذاره در
رابطه با ایران و مردم ایران. بسیاری از آدم‌های سکولار و کسانی که برها غیر دینی هستند در ترکیه این شوخی رو میکنن، میگن آقا این آدم‌های دینی رو از ترکیه بفرستید ایران و اون کسانی که در ایران غیر دینی هستند جامعه آزاد و دموکراتیک میخوان رو بیارید ترکیه تا این دو کشور به ثبات برسن به شکلی. خب خیلی خنده داره، ما در ایران یک حکومت مذهبی داریم که تمام تلاش خودش رو داره میکنه که مردم رو مذهبی تر بکنه یا مذهب رو به عنوان یک راه و روش و راهکار در واقع در اداره سیاسی اجتماعی جامعه به کار بگیره. این ورم ترکیه‌ای رو داریم که یک نظم لایک سکولار ارتشی نظامی حتی که بخواد حفاظت بکنه از امنیت ملی و از ثبات کشور هست که باید با یه بخش وسیعی از مذهبیون ترکیه و همچنین احزاب مذهبی ترکیه بجنگه، در جدال باشه که ترکیه در واقع از اون دستاوردهایی که آتاتورک داشته تهی نشه. پس خلاصه کلام اگه بخوایم به ماجرای سیاسی اجتماعی ترکیه بپردازیم که خب بهانه ما هم برای پرداختنش به همین ماجرای انتخابات اخیرشونه که الان رفته به دور دوم، ما وقتی میخوایم در مورد ترکیه صحبت بکنیم باید در مورد ایران صحبت بکنیم، باید در مورد روابطش با چین و روسیه که اونها هم در مراوده مستقیم و جدی با ایران هستن صحبت بکنیم، حتما باید در مورد نقش ترکیه در سوریه اشاره بکنیم. ببینید بالای 3,600,000 سوری، حالا یه آمار که میگیم آمارهای مثلا بین 2019-2021 ناست، در سوریه در ترکیه حضور دارن و هر دولتی هر سیستمی بخواد در ترکیه روی کار بیاد، حالا چه خود اردوغان چه نیروهای دیگه، اینها با این مشکل روبرو هستن. بعد بحث رابطه ترکیه با اسرائیل هست، طبیعتاً بحثش به فلسطین ربط پیدا میکنه، باز هم مسئله ایران اهمیت پیدا میکنه، دخالت‌های ترکیه اصلا باز هم به مسئله ایران ربط پیدا میکنه، دخالت ترکیه در کشورهای منطقه، نمونش عراق، خود سوریه، یک بخشی از سوریه را اصلا ترکیه گرفت عملا. یعنی ما نمیتونیم در مورد از اساس در سیاست در مورد یه چیزی، یه مفهومی، یه کشوری، یه جایی صحبت بکنیم و بعد بقیه رو در نظر نگیریم یا نقششون رو کم رنگ بکنیم. پس با یک مجموعه روبرویم ما، با یک پکیج روبرویم، با یک پازل روبرویم ما که این پازل و تکه‌هاشو باید بچسبونی بغل هم دیگه و ترسناکیش هم در اینه که پازل رو میچسبونی امسال یه شکلی داره، سال بعد یه شکل دیگه داره، روابط تغییر میکنه. همین به همین راحتی ممکنه دولت جدید بیاد، این دولت مثلا چپ میانی ملی جدید بیاد در ترکیه و یک بار بازی مثلا با غرب بره به یه جای دیگه، بازی با اسرائیل بره به یه جای دیگه، همه چیز تغییر کنه. برای اینکه بتونیم این بازی رو بفهمیم اصلا به ساختار سیاسی ترکیه کوتاه ما برگردیم با هم دیگه نگاه بکنیم. ببینید ترکیه یک جمهوری ریاستی بود که به پس از در واقع جنگ جهانی اول تبدیل به ترکیه‌ای که ما امروز میشناسیم شد، اون هم به واسطه اراده شخصی و خب طبیعتاً تیمش مصطفی کمال آتاتورک. از سال 1923 تا 1938 آتاتورک حاکم ترکیه بود و بعد از اون رؤسای در واقع جدید حکومتی آمدن و چند حزبی هم هست و به پشتوانه ارتش هم تا الان پیش رفت. این بازی ادامه داشت، میتونیم با احتیاط بگیم تا سال 2007 و 2014، یعنی بین 2007 و 2014 که عبدالله گل به ریاست رسید، بازی آروم آروم یک تغییر سری تغییرات داشت، اما با ظهور کسی به نام رجب طیب اردوغان کلن ماجرای ترکیه به یک سمت سوی دیگه رفت. ترکیه به دلیل شرایط جغرافیایی سیاسیش به هر حال شرایط خاصی داره. این و این خاص بودنش به این دلیلی که بخشی از ترکیه، بخشی کوچکی از ترکیه در اروپاست و بخشی وسیع‌تر در آسیاست. به این ترتیب ترکیه به هم باید، یعنی می‌بایست در واقع نقش میانجی رو می‌داشت بین کشورهای در واقع خاورمیانه و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، اما ترکیه با رجب طیب اردوغان نتونست به درستی این نقش رو بازی بکنه. ترکیه بسیار تلاش کرد که به اتحادیه اروپا وارد بشه، بتونه به هر حال نقش یک کشور آسیای اروپایی رو بازی بکنه با حضور در اتحادیه اروپا، اما به دلایل متفاوت که یکی از مهمترین اونها اتفاقا بحث اعدام بود، اتحادیه اروپا ترکیه رو نپذیرفت و اونقدر به تأخیر انداخت که رجب طیب اردوغان دیگه زد زیر میز و از این بازی خارج شد. ریاست جمهوری در ترکیه 5 سال است. رئیس در واقع دولت این توانایی داره که نماینده
خودش رو هم انتخاب بکنه، به بهتر بگیم وایس پرزیدنت یا معاون در واقع ریاست جمهوری رو. و بعدم الان توضیح من میدم که چگونه با آمدن رجب طیب اردوغان در سال 2017 یک رفراندومی در واقع اتفاق افتاد. البته اردوغان در سال 2003-2004 اومد، اما در 2017 رفراندومی اتفاق افتاد که در این رفراندوم ریاست جمهوری و نخست وزیری با هم دیگه ادغام شدن. یکی از مهمترین مشکلاتی که با ادغام نخست وزیری و ریاست جمهوری در دوره اردوغان اتفاق افتاد این بود که توازن قدرت بین نخست وزیر و ریاست جمهوری از بین رفت و به این ترتیب این شایبه ایجاد شد که اردوغان میره به سمت قبضه کردن کل قدرت. در سیستم ریاست جمهوریشون هم که الان باش روبرو هستیم ما، 50% باید نفر یا حزب به هر حال رأی بیاره و این اگر اتفاق نیفته میره به دور دوم که الان به دور دوم کشیده شد. در پارلمان ترکیه هم به این صورته که 600 کرسی وجود داره از احزاب متفاوت که اینها در رأی گیری شرکت میکنن. این نکته هم باید بدونید الان اتفاقی که داره میفته رأی‌گیری برای ریاست جمهوری و رأی‌گیری برای نمایندگان پارلمان ترکیه دوتا با هم دیگه داره اتفاق میفته. یعنی اینو باید مد نظر داشته باشیم. فردا روز اگر رئیس جمهور بخواد بیاد و پارلمان رو منحل بکنه، همه چیز باید از اول تکرار بشه. و یکی از مهمترین مشکلاتی که از اساس وجود داره همین ادغام شدن چیزها هم هست. یعنی نشانه های دیکتاتوری رو یا نظم استبدادی رو در یک نظام سیاسی شما اینجوری میتونید رصد بکنید. موقعی که یک شخص، یک گروه یا یک حزب میخواد ساماندهی بکنه تمام زوایای جامعه رو و همه جا میخواد دست اندازی در واقع بکنه، اینطوری ما میتونیم بفهمیم که این تفکیک یا توازن قوایی که باید بین نیروها اتفاق بیفته در اون جامعه داره اتفاق نمیفته و این خطر یا پتانسیل استبداد رو در اون جامعه بالا میبره. آتاتورک ظاهرا به دلیل عدم اعتمادی که به مفهوم دموکراسی یا به پیاده شدن مفهوم دموکراسی در ترکیه داشت، تصورش بر این بود که یک نظم نظامی رو باید بالا سر نظم سیاسی نگه داره که خب طبیعتاً ارتش هست و اون ارتش باید حکم حافظ امنیت ملی رو برای کشور ترکیه داشته باشه. هر جا اختلاف سیاسی اتفاق میفته، یا بذارید بگیم اختلاف سیاسی که قرار امنیت ملی رو تهدید بکنه، ارتش میاد و ورود بکنه. ارتش سایش سنگین بود در ترکیه. از همین نقطه ضعف هم به شکلی اردوغان استفاده کرد و موقعی که به قدرت رسید آرام آرام تلاش کرد که نقش ارتش رو در ترکیه کم بکنه. آخرین اقدام عملی که حالا باید با احتیاط بگیم اردوغان یا ازش استفاده کرد یا اصلا پیادش کرد به معنی، یعنی عملیاتیش کرد، ماجرای کودتای جولای سال 2016 است. در ترکیه پیش از این چند بار ما کودتا رو تجربه کرده بودیم. 1960، 1971 و 1980 پیش از این در ترکیه کودتا اتفاق افتاده بود و کودتا به این معنی که نظم نظامی ارتش نگاه میکنه میبینه که اختلاف یا ناکارآمدی یا فساد در واقع در دولت آنچنان بالاست که امنیت ملی رو داره به خطر میندازه، قوام و انسجام اجتماع رو داره به خطر میندازه، ارتش ورود میکنه، حکومت رو به دست میگیره و بعد دوباره بازی از اول، باید انتخابات ریاست جمهوری بشه و اتفاق جدیدی بیفته. اردوغان از این مسئله استفاده کرد و در کودتای شکست خورده‌ای که در سال 2016 اتفاق افتاد یک سویچی ما متوجه شدیم، یه حرکتی از یک سمت به یه سمت دیگه. کودتای اتفاق افتاد و اردوغان یه شبه، اولا که من قشنگ خودمونم یادمونه دیگه، بسیاری از شما، من که بسیار درستی یادمه، من تا دیگه یک توییت خوشحالی هم زدم، الان دیگه مشخصه که موضع من نسبت به اردوغان کجاست. اما کودتای خندداری بود. شب خوابیدن یه دفعه دیدن کودتا شده و همون شب هم جمع شد. یک بار ده ها و شاید صد ها خبرنگار، نمیدونم عامل و به هر حال فعال سیاسی اجتماعی دستگیر شدن. عوامل کودتا ظاهرن، یعنی یه سری آدم ارتشی هم دستگیر شدن و همین کودتای شکست خورده یکی از عوامل قدرتگیری بیش از پیشه اردوغان شد. یعنی با یک کودتای شکست خورده، یا میشه گفت دستکاری شده، یا حتی میشه گفت برنامه ریزی شده، اردوغان ارتش رو زمینگیر کرد و این بهانه که ارتش زیاد دخالت داره در سیاست موجب شد که یک باره
یک نظم سیاسی دینی رو به جلو بره و بالا بیاد که واقعا پیش از این برای ترکیه به حداقل خطرش بسیار کمتر بود. تمام فکرها بر این بود که نظم لایک یا غیر دینی ترکیه حفظ بشه، اما با ورود اردوغان و تیمش بازی عوض شد. رجب طیب اردوغان یک سیاستمدار از راست میانه، وقتی میگیم راست میانه یعنی هر کسی که در جناح راست بود و فکرهای راست بود رو، این تونست در واقع با حزب توسعه و عدالت که در سال 2002 ساخته شد جمع بکنه، از اسلامیش بگیر تا نفراتی که فکر راست مثلا اقتصادی داشتن، همه اینها رو جذب کرد آورد توی تیم خودش. و یکی از مهمترین شاخصه هایی که اردوغان باش جلو رفت تغییر نظم اقتصادی در ترکیه بود. کارآفرینی، شهرسازی، توسعه شهری، صادرات، واردات و تقویت نقاط صنعتی، همچنین تقویت فناوری نظامی، همه اینها دست به دست هم داد که حکومت اردوغان بیش از پیش سال به سال قوی تر بشه. از جایی به بعد وقتی که ترکیه به یک ثبات اقتصادی نسبی رسید، نظم سیاسی ترکیه رو اردوغان از یک نظم جمهوری پارلمانی به سمت یک جمهوری ریاستی برد. به این ترتیب توازن سیاسی کم شد، یعنی قدرت به یک سمت خم شد و طبیعتاً با کاهش شاخصه های دموکراسی در جامعه ترکیه روبرو شدیم. ترکیه با حزب عدالت و توسعه اردوغان بیش از پیش اسلامی شد. در کنارش اردوغان شروع کرد به دست‌اندازی در کارهایی مثل حمایت از حقوق زنان. مثلا از اون کنوانسیون بین المللی استانبول بیرون اومد که بحث حمایت از حقوق زنان بود، یا روابطش با اروپا تیره شد، خصوصا بعد از ماجرای سوریه از سال 2011 به این سمت، و بعد از اون با هجوم پناهندگان سوری ترکیه در واقع از وجود پناهندگان سوری استفاده کرد در جهت فشار آوردن به اتحادیه اروپا. ترکیه حتی متهم شد به اینکه به ایران کمک کرده برای دور زدن تحریم ها، که خب این خودش هم به تیره تر شدن رابطه ترکیه و آمریکا هم کمک کرد. کار دیگه‌ای که اردوغان انجام داد این بود که آزادی حجاب رو که به اندازه چند دهه در ترکیه محدود و حتی ممنوع بود، یعنی خانم‌های محجبه نمیتونستن در مدارس و مراکز دولتی حضور داشته باشن، این ممانعت رو برداشت، ممنوعیت رو برداشت و حجاب آزاد شد. مخالفان اردوغان و کسانی که به هر حال مسئله حقوق زنان رو دنبال میکنن، حقوق LGBTQ رو دنبال میکنن، طرفداران حقوق حیوانات هستند، به مسئله محیط زیست اهمیت میدن، اینها از اساس اردوغان رو به دشمنی با همه اینها متهم میکنن. یعنی توجهی که اردوغان مثلا به شهرسازی یا مثلا به فناوری نظامی داره بسیار بسیار بیشتر از مسئله زنانه، مسئله اقلیت‌های جنسیه، مسئله محیط زیسته، یا اصلا میتونیم تو بعضی از اینا توجهی نداره، چون چیزی که حزب عدالت و توسعه و اردوغان میخوان از اساس رفتن به سمت یک جامعه اسلامیه، و این جامعه اسلامی رو موقعی ما میتونیم بفهمیم شعارهاشو که نزدیکی اردوغان به یک حزب بسیار بدنام در ترکیه رو اگر بفهمیم. و اگر میخواییم بفهمیم که چگونه اردوغان و حزب عدالت و توسعه ترکیه رو سوق دادن به سمت اسلامی شدن، باید رابطه ترکیه با یکی از احزاب بدنام و اسلامی در ترکیه رو هم بفهمیم. اون حزب اسلامی حزب مطالبه آزاد هست در ترکیه. حزب مطالبه آزاد متهم است به همکاری و نزدیکی با حزب الله ترکیه. حزب الله ترکیه که حزب الله ترکیه جریانیه که بعد از ماجرای 57 و پیرو حزب الله ایران و لبنان ساخته شده. یعنی ببینید ملت ترکیه چقدر راحت میتونن به سرنوشتی مثل سرنوشت ایران و افغانستان دچار بشن اگر از همین نیمبند دموکراسی و همین نیمبند آزادی که آتاتورک برای اینها گذاشته و حفاظتش کرده تا الان غافل بشن. یعنی این اندازه شرایط ترکیه خطرناکه، و این اندازه خطرناک بودن ترکیه میتونه کمک بکنه به خطری تر شدن شرایط در ایران و کشورهای اطراف. یعنی اینجاست که اهمیت اینا رو که گفتیم، اهمیت ترکیه در همین اندازه بالاست که اگر ما
فردا روز ترکیه دموکراتیک داشته باشیم، حتما این ترکیه دموکراتیک میتونه عامل فشاری باشه برای یک جامعه استبداد زدهی مثل جامعه ایران و یک نظم سیاسی مستبدی مثل حکومت جمهوری اسلامی، و اگر اسلامی باشه، هم دست باشه، خب وضعیتو میبینید. بسیاری از شما هم خب ظاهرا این مسئله رو شنیدید دیگه، که ترکیه یک جای ناامنی. بارها اینو ما شنیدیم، نفرات رو دزدیدن. همین چند وقت پیش یک فعال سیاسی رو از ترکیه دزدیدن، بردن ایران، اعدامش کردن. یعنی ترکیه محل امنی نیست و این عدم امنیت حتما ربط داره به حزب عدالت و توسعه که خب طبیعتاً زیر دست اردوغان هست. اگر وضعیت میخوایم تغییر بکنه در ایران، باید نیم نگاهی هم به ترکیه داشته باشیم. اهمیت در اینه. ترکیه‌ای که خودش درگیر مسائل اقتصادی باشه، مسائل سیاسی اجتماعی بغرنج باشه، خب طبیعتاً علاوه بر اینکه محل مناسبی میشه برای تروریسم، محل مناسبی میشه برای ایجاد اختلاف و ایجاد درگیری. به هر حال اون منطقه منطقه‌ای که مشکلات جدی و تاریخی داره. خود ترکیه سالهاست که با مشکلات کردها دست به گریبانه. یعنی از یه طرف مجبوره که حقوق اونها رو ضایع بکنه، از یه طرف دیگه نمیتونه ساماندهی بکنه. با نظمی در واقع طرف هست که اون نظم هم نظمی به هر حال کار چریکی انجام میدن. یعنی کانفلیکت ها رو دارن اینا. خود ترکیه همین الان طبق آماری که خانه در واقع فریدم هاوس در واقع داده، خانه آزادی، ما ترکیه رو در رتبه هفتم داریم. 291,000 زندانی. اگه میخوایم بفهمیم که چقدر وضعیتش بده، باید مقایسه بکنیم با ایران که رتبه دهم رو داره و 189,000 تا داره زندانی. یعنی ترکیه 84 میلیونی در مقابل با ایران 87 میلیونی هم حتی تعداد زندانیاش بیشتره و این داره به سمت بدتری هم پیش میره. یعنی تو جدول که نگاه میکنیم، ترکیه داره وضع آزادی های سیاسی اجتماعیش بدتر میشه. خب ما همه این حرف رو زدیم در رابطه با انتخابات ترکیه. یعنی یک توضیح مختصر در مورد اینکه نظم سیاسی ترکیه چه شکلیه، این آقای کیه، آقای اردوغان که در ترکیه برای خود شاخیه، الان این روبرویش کیه. یعنی همون اول حرف اولی که من زدم، 49% در مقابل 44% رأیه که الان از انتخابات متأخر ترکیه که به دور دوم کشیده شده بیرون اومده. یک طرف رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه و یک طرف کمال قلیچ داروغلو از حزب جمهوری خلق ترکیه، قدیمی ترین حزب که حزب آتاتورک هم بوده سال 1923 و همچنین مهمترین حزب اپوزیسیون در ترکیه. یعنی یک رقیب بسیار سفت و سخت در مقابل اردوغان. اما آقای داروغلو چی میگه؟ چه چیزهایی میگه که این مخالفت داره با اردوغان؟ خب اولا کمال داروغلو یک سیاستمدار میانه است. حرفاش حرفهای سنجیده و ملایمی. از اساس اومده برای آشتی و یکی از شعاراش هم مثلا اینه که این جامعه چند پاره ترکیه رو میخواد به هم دیگه متصل بکنه و متحد بکنه. قاعدتا میتونیم بفهمیم که به هیچ عنوان اسلامگرا نیست و هدفش هم این نیست که بخواد اسلام رو توصیه بده یا بخواد اسلام رو در ترکیه ترویج بده. وعده دیگه ای که داده اینه که میخواد سیستم ریاستی ترکیه رو به سیستم پارلمانی پیشین برگردونه. یکی از مهمترین وعده‌ها که ناتمام و ناکامل باقی موند و از اساس به خاطر سیاست‌های اردوغان شکست خورد، رابطه و دیپلماسی سیاسی با غرب بود و خصوصا ناتو. این رو هم وعده داده که میخواد درستش بکنه. جدای از این میخواد در داخل جامعه دموکراسی رو ترویج بده و سطوح دموکراتیک رو بالا ببره و موجب آزادی‌های بیشتر در جامعه سیاسی اجتماعی بشه. یک پیشنهاد دیگه ای هم داده به عنوان برنامه عملی، میخواد یک راهی درست بکنه به نام راه ترک که از چین ساخته میشه، میاد از ایران هم میگذره تا به ترکیه برسه. این راه یه سری نقدها پیشاپیش خب طبیعتاً بهش هست و خود مثلا تیم اردوغان میگن این کلاهبرداریه، چون ما قبل از این طرحو به شکلی دادیم، بهترش هم دادیم، این طرح خوب نیست. از یه سمت دیگه یه عده دیگه از کسانی که به هر حال درگیر هستن با مسئله ترک‌ها، ترک که میگیم فقط نه ترک‌های ترکیه، اینها میگن که خب به این ترتیب به واسطه این راه نقش آذربایجان کم میشه و آذربایجان به عنوان یک کشور ترک و دوست با ترکیه نباید نقشش کم بشه. جدای از این داروغلو یک پیشنهاد دیگه ای را مطرح کرده و اون ساخت سازمان صلح خاورمیانه
یک سازمانی که جهت همبستگی کشورهای خاورمیانه به وجود بیاد و خب این میتونه موجب کم شدن یا کاهش یه سری از اختلافات بشه، حداقل مثلا بین یه رابطه، این مثلا میتونه باشه بین کشورهای عربی، ایران، اسرائیل، نمیدونم مسئله آذربایجان، ارمنستان، اینا رو مثلا میتونه بهش بپردازه، تنش ها رو کم بکنه. تو بعضی از این وعده ها ایران میتونه ذی‌نفع باشه، در بخشی از این وعده ها ایران خب طبیعتا میتونه خودش رو در خطر ببینه. مثلا یک ترکیه اسلامی طبیعتا به ثبات جمهوری اسلامی بیشتر کمک میکنه تا یک حکومت یا دولت لایک با شعارهای لایک. در هر صورت با جمع‌بندی اوضاع و با در نظر گرفتن همه مسائل، اینکه ترکیه هم مثل ما ایرانی ها یا ترک ها هم مثل ما ایرانی ها با همین معضل دوگانه ملیت و مذهب روبرو بودن و هستن، ما میتونیم حدس بزنیم جامعه ترکیه یک بخشیش، خب به هر حال بخش جدیش مذهبی هستن، از سمت دیگه ناسیونالیسم و خواست ملیگرایی و ساخت اون هویت جدید و مدرنی که به هر حال به واسطه آتاتورک اتفاق افتاده، این اراده هم وجود داره. دعوا اساساً سر این دو قضیه است به نظر من. همون اتفاقی که در ایران به هر حال با اتفاق انقلاب 57 اون بخش ملیگرایی شکست خورد و اسلامی ها به قدرت رسیدن، این خطر هم در مورد ترکیه وجود داره. اگر میخوایم بفهمیم که در آینده ترکیه چه اتفاق میفته، به نظر من بسیار این انتخابات مهمه. اگر اردوغان به حکومت برسه دوباره، ما میتونیم یک چشمانداز چند ساله شاید بد رو برای آزادی ترکیه که همین الان در رتبه 32 جهانی از جهت آزادی قرار داره، یعنی در رتبه بد جزوه کشورهای غیر آزاد در واقع حساب باید بشه، یعنی کشورهایی که مشکل دارن با آزادی. آزادی هم که داریم میگیم هم آزادی سیاسی هم آزادی های اجتماعی، و آمار گرفته میشه، مثلا نگاه میکنن ببینن چقدر خشونت های خانگی بالا رفته، چقدر خشونت نسبت به زنان بالا رفته، خشونت نسبت به اقلیت های دینی، جنسی، نمیدونم کلن LGBTQ و این اقلیت ها هم که میگم بارها من گفتم، من حداقل نمیدونم واژه دیگه چی باید بجاش بذاریم، ولی میدونم که دارن فکر میکنن عزیزان بهش که باید مثلا بگیم LGBTQ، منظور این اقلیت ها رو من میدونم که نباید به شکلی استفاده بشه، ولی در مجموع ترکیه با این شکل از سقوط به قعر جدول، اگر کاری به حال خودش نکنه، اگر این ملت به خودشون نیان، که خب طبیعتاً الان با حضور این نسل اولی هایی که قراره که در انتخابات شرکت بکنن، حدود 5 میلیون، یعنی 8% از مردم ترکیه اولی ها هستند، نسلی که قراره که میگفتم نسل اولیه، اولی هایی که قراره که رأی بدن، یعنی جوان ها 18 19 20، اینا خیلی تاثیر میتونن داشته باشن، موجب بشه که ترکیه از این چند سالی که متاسفانه درگیرش بوده با وجود رشد اقتصادی که بعد در انتخاب خط شده به 44% تورم، نجات پیدا بکنه و هم خودش نجات پیدا بکنه از دست اسلامی ها و این حکومتی که به هر حال ترکیه رو دارن به قهقرا میرسونن، و هم یه شاید روزنه‌ای باشه برای به وجود اومدن راههایی برای دموکراتیزه کردن ایران. تغییرات اساسی و انقلابی و شما با ایران که نمیتونیم اصلاحات رو پیاده بکنیم، ایران رو باید امکاناتی باشه که ما بتونیم اونجا رو از اساس تغییرش بدیم. وجود یک ترکیه دموکراتیک حتما کمک میکنه به تغییرات اساسی در آینده ایران.